هر سال روز اربعین که میشه مادر شوهرم شله زرد درست میکنه. لایکو بزن بریم با هم دیگه یک دیگ بزرگ شله زرد رو درست کنیم. سلام و درود با آیلین کوکین، خوش اومدین. میخوام با هم دیگه امروز یک دیگ بزرگ شله زرد درست کنیم. 0 تا 100 یک شله زرد نظری رو میخوام بهتون آموزش بدم. اول از همه حدود 5 کیلو برنج نیمه ایرانی عطری داریم که میشوریم میریزیم توی قابلمه و قابلمه رو تا نصفه بیشتری آب میکنیم میذاریم بجوشه. کفای روش هم جمع میکنیم. هم میزنیم یک کوچولو برنجمون شکوفه زد، زعفران دم کرده رو بهش اضافه میکنیم. اینجا میبینید که تیکه تیکه داریم زعفرون میریزیم. هر کسی میگیره یک کوچولو زعفرون میریزه و نیت میکنه. برای تک تکتون دعا کردم و انرژی مثبت فرستادم. کیا عاشق شعله زردن توی کامنت ها به هم بگن. اگه تازه وارد چنل من شدی خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنین. اینجا هم که خودم دارم ما بقیه زعفران رو دم کرده رو میریزم. خیلی خوشمزه شده بود، از خوشمزگیش نگم برات. هنوز برنجمون یک کوچولو دیگه مونده تا شکوفه بزنه. دو تا کره بزرگ اطلس طلایی بهش اضافه میکنیم. زمانی که کره بریزیم توی شله زرد هم خوش عطرش میکنه هم خیلی خوشمزه تر میشه. میذاریم آبش خوش بشه، بعد شکر رو بهش اضافه میکنیم. اینجا هم که شوهر عزیزم، برادر شوهرم، مادر شوهرم و شوهر خواهر شوهرم رو تو تصویر میبینیم. حتما برای شله زرد باید بذارین آبش خوش بشه، برنجتون شکوفه بزنه، بعد شکر رو اضافه کنین. چون اگه زمانی که برنجمون پخته نشده و هنوز آب داشته باشه، شکر رو که بریزیم آب زیادی میندازه و باعث میشه شله زردمون آبکی بشه. اینجا هم آیلینتون داره میریزش شکرها رو. به به، رنگش رو فقط ببینیم. اینجا هم خواهر شوهر عزیزم داره میریزه. معرفی میکنم تا بشناسینشون. دو تا داداشا چجوری به توربین نگاه میکنم. میگفتم حاجتاتون یکی یکی بگین قاطی نشه. ایشون هم جاری عزیزم هستن. همه نیت میکنن و شکر رو میریزن. کیا توی این روزا نظری درست میکنن؟ توی کامنت ها بگن. چند روز دیگه وفات امام رضاست و مشهدی ها شعله درست میکنن برای وفات امام رضا و دیگچه. نظری های زیادی داره مشهد. تمام شکرها رو ریختیم و هم میزنیم تا کامل شکرها آب بشه و صف بشه.
گفتم یادتون نره حتما شله زردی که میخوان خوشمزه باشه باید برنجتون پخته باشه، آبش کامل خوش شده باشه، شکر رو بهش اضافه کنی. زمان شکری که میریزیم یک شوک بزرگ بهش وارد میکنه و شکر چون از چغندر درست میشه خیلی آب میندازه دلبرا. یادتون نره. اینجا خیلی داشت میپرید دیگه، آخراش بود. گلاب رو میریزیم، نصفشو الان میریزیم، نصفشو زمانی که میخوام دم بذاریم. حالا هل دم کرده رو بهش اضافه میکنیم. عطر و طعم بی نظیری پیچیده بود، اینقدر عطر زیادی داره هل که نگم براتون. خودتون میدونین که هل چقدر خوشمزه میشه توی شله زرد، پس زیاد بزنین هیچ کارش نمیشه. اینجا شکرها رو که ریختیم ببینید چقدر آب میندازه دلبرا، پس باید شعله رو زیاد کنیم و هم بزنیم تا کامل آبش خوش بشه. برای 5 کیلو برنج 15 کیلو شکر ریخته بودیم. آبم که بهتون گفتم 5 کیلو برنجو که ریختین حتما تا نصفه بیشتری قابلمتون باید آب باشه، چون برنج باید پخته باشه جا برای وی دادن یا برای چند برابر شدن داشته باشه. اینجا بود 1 ساعت دم دادیم که کامل دم بکشه تا شله زرد ما آماده باشه. اینم از شله زرد خوشمزه ما که حدود 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم وقت برد تا کامل له شد و به قوام اومد و غلیظ شد و خوشمزه. اینجا هم که دیگه دوربین دستمه نمیتونم کامل دیزاینش کنم، همینو از دست من برمیومد که انجامش دادم. توی حیاط، گوشه حیاط شله زردار رو چیدیم دلبرا تا زودتر سرد بشه و برای همسایه ها ببریم پخش کنیم. ببینید چی همه شده ماشاءالله. به به به. اگه تا اینجای ویدیو از کانال من خوشتون اومد، از این آموزش خوشتون اومد، حتما کانال من رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو روشن کنین، حتما حتما لایک کنین و برام کامنت خسته نباشید بذارین. ممنونم که حمایتم میکنین، ممنونم که همیشه توی کامنت ها به هم محبت دارین. دوستتون دارم دلبرا، مواظب خودتون باشین. اینم از نهار ما، آش رشته خوشمزه. به به به، خدای جاتون خالی بود دیگه، چون خیلی شلوغ شد نشد براتون اون ویدیو کاملشو بذارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.